این داستان زندگی یک مرد است، مردی که حجت خدا بر بسیاری بود و هست. حجت بود برای آنها که در زمانه او زیستند و هم دوره او بودند و در کنار او نفس کشیدند، و حجت هست برای آنها که از تجربه حضور ناظر او مثل یک ذخیره بی تمام بهره می برند. داستان زندگی کسی که روزگاری وزیر دفاع بود و در بحبوحه خطر مثل یک سرباز می زیست، در سنگر، زیر محاصره و تحت بارش تیر و ترکش های دشمن. این داستان زندگی مصطفی است، مصطفی چمران. مصطفی سال 1311 در یک خیابان آشنا در تهران متولد شد. خیابان 15 خرداد، بازار آهنگرها، سرپولک. ابتدایی را در مدرسه انتصاریه خواند که کسی چندان نمی‌شناسدش، و متوسطه را در دارالفنون و البرز که همه می‌شناسند. بچه‌ها را جمع می‌کرد پشت خونه ما، یک پشت مسجدی که اونجا هست، مسجد سرپولک که هنوز هم هست. یک فضای بزرگ، یک میدونگاهی تقریبا بود که برای ما اون موقع بزرگ بود، ولی الان که میبینم جای کوچیکیه، مثلا 10x10 تیر چراغ برقی بود و فلان. میرفتن زیر تیر چراغ برق، چون تو خونه هامون هم که جا نداشت، اونجا میایستاد و به بچه ها ریاضی درس میداد، چون ریاضیش آنقدر قوی بود که خودش میگه وقتی معلممون توی مدرسه مسئله رو حل میکرد، من بلافاصله یه راه حل راحت‌تر و سریع‌تر می‌دادم، و گاهی اوقات معلم به من می‌گفت که تو بیا اصلا بگو. به دانشگاه تهران رفت و الکترومکانیک خواند. همیشه شاگرد اول بود و باعث اعجاب استادهایش. 4 سال دانشگاه رو گذراند و خب در دانشکده فنی رشته برق باز هم با درجه ممتاز، به عنوان شاگرد ممتاز، با معدلی که تا اون موقع کسی در دانشکده فنی مثلا با معدل بالا قبول نشده بود با اون معدل. حتی جالبه براتون بگم که یکی از اساتید بسیار سختگیر اون روز که مرحوم هم شده حالا، او بهش نمره 22 داده بود، چون مصطلح گفته بود اگر که نمره 20 وجود داشته باشه بایستی به او 22 بدم، و تو کارنامه 22 رو می نویسه و واقعا نمره 22 به او داده بود. سال 1336 وقتی درسش تمام شد، یک سال در همان دانشگاه درس داد. سال بعد به دلیل ممتاز شدن بورس گرفت که برای ادامه تحصیل به آمریکا برود. دانشجوی دانشگاه برکلی کالیفرنیا شد و دکترا گرفت. و تز او هم در یکی از مسائلی بود که اون موقع یک تحول در سیستم‌های هدایت شونده ها، ماهواره ها، نمیدونم رادارها و نظایر این به وجود بیاره که یک توقف حدود 20-25 ساله رو او شکسته بود و یک تحول جدیدی رو به وجود آورد. البته تز او هنوز هم در سایت اون دانشگاه هست، من پرینتش رو گرفتم، علاوه بر اصل تز پرینت هم گرفتم و تا سالهای سال الان رو نمیدونم به عنوان یکی از منابع درسی در آمریکا تدریس میشد. و سالهای سال بعد، یعنی بعد از انقلاب اسلامی، بحث فیزیک پلاسمایی که در اونجا روش کار میکرد تازه به ایران آمد. هنوز سالها مانده بود تا نهضت اسلامی به رهبری امام پا بگیره. دوره شاه بود و ساواک، و آنها نمی دانستند دانشجویی که به آمریکا فرستادند تا درس بخواند و تحصیلاتش را تمام کند فقط درس نمی خواند. حتی وقتی در ایران بوده فقط درس نمی خوانده. نمی دانستند مصطفی از 15 سالگی سر درس تفسیر قرآن آیت الله طالقانی می رفته. نمی دانستند جزو مبارزین نهضت ملی نفت بوده.
نمی‌دانستن بعد از کودتای 28 مرداد به نهضت مقاومت ملی پیوسته. نمی‌دانستند وگرنه ریسک نمی‌کردند چنین آدمی را بفرستند آمریکا که آنجا در کالیفرنیا شعبه انجمن دانشجویان ایرانی تأسیس کند. دانشجویان ایرانی که در آمریکا بودند یک انجمنی داشتند به نام انجمن دانشجویان ایرانی که این رو بیشتر نمایندگانی که سفارت و ساواک و اینها گذشته بودند اداره می‌شد. او بچه‌ها رو جمع کرد و بالاخره از دست اونها در آورد و خود او رو به عنوان رئیس این انجمن ایرانیان انتخاب کردند. بعد انجمن اسلامی دانشجویان رو در آمریکا تأسیس کرد. بعد از تأسیس انجمن اسلامی، البته نه اینکه فقط تأسیس کنه، مرتب برنامه داشتن. هر هفته و شاید در طول هفته برنامه‌های مفصل و در تمام آمریکا برنامه می‌گذاشتن و خود او مسافرت می‌کرد به نقاط مختلف و در برنامه‌های دانشجویان انجمن اسلامی شرکت می‌کرد، در مواقعی که عزاداری بود، در اعیاد اسلامی و به طور کلی سخنرانی هفتگی در مورد اسلام در دانشگاه برکلی داشت. بنابراین بورس تحصیلیش را قطع کرد. اما مصطفی کسی نبود که نتواند در آمریکا گلیمش را از آب بیرون بکشد. وارد ناسا شد. کار آبرومند و پردرآمدی داشت. چیزی کم نداشت. دنیا به رویش میخندید. آسایش زندگی به او روی آورده بود. اما آرامش، آرامش نداشت. جنگ شش روزه اعراب و اسرائیل، یعنی حمله به مصر، صورت پذیرفت. بنابراین اونجا هم صهیونیست‌ها که قدرت داشتن و هم دیگرانی که طرفدار اونها بودن، زندگی رو بر او تنگ کرده بودن. یعنی حالا با گوشه و کنایه و تمسخر و نظایر این که مسلمان‌ها شکست خوردن، مسلمان‌ها از بین رفتن، اسرائیل پیروز شد و او گفت که من این فضای بزرگ آمریکا برای من تنگ می‌نمود. سال 1347 مصطفی همه پل‌های پشت سرش را خراب کرد و راهی جایی شد که بتواند کاری بکند. اولین کاری که می‌توانست بکند آموزش نظامی بود. ایران که قرق شاه به مصر رفت. هنوز جمال عبدالناصر زنده بود. به ناصر، به چشم یگان مبارز عرب که جرأت ایستادن در برابر اسرائیل را به خود داده بود مینگریست. به اردوگاه‌های آموزش نظامی چریکی مصر رفت و مشغول تعلیم دیدن شد. این بنده و عده‌ای دیگر از دوستان مبارز و معروف شما در مصر به سر می‌بردیم. در اردوگاه‌های کماندوی مصر مشغول تعلیمات کماندویی و جنگ‌های چریکی برای آمادگی علیه طاغوت بودیم و در همان روزگار مرحوم جمال عبدالناصر رهبر محبوب و عالی قدر مصر سلطه داشت و همه کشورهای عربی را رهبری می‌نمود. جالب هست که این دو سالی که در مصر رفت هیچ کس نفهمید، یعنی نه FBI آمریکا، نه سازمان CIA آمریکا و نه ساواک ایران نمیدونستن کجاست. یعنی ناگهان در آمریکا غیبش زده بود. در یکی از نامه‌هایی که رئیس ساواک ایران، فکر میکنم تیمسار نصیری بوده، مینویسه اونجا، حالا دقیقا یادم نیست کی نوشته، در این به اصطلاح پرونده ساواک او وجود داره، می‌نویسه به سفیر ما در سفیر ایران در آمریکا، پس این همه پولی که شما می‌گیرید برای چی می‌گیرید، خرج می‌کنید، نمی‌دونید یه نفر آدم کجا رفته، کجا زندگی می‌کنه و چه جوری، پس شما اگه نمی‌تونید CIA و FBI چی کارن، اونام نمی‌تونن بفهمن. به هر حال این دو سال کسی نمی‌دونست در آمریکا که او کجاست. او آمد در مصر و در اونجا آموزش‌های جنگ‌های چریکی رو دوره کامل و بسیار قوی شو که افسران برجسته مصر می‌دیدند رو آموزش دید. و جالب هست در اونجا هم باز شاگرد ممتاز بود در این آموزش‌ها. اما هنوز دو سال از حضورش در مصر نگذشته بود که ناصر
قهرمان جهان عرب از دنیا رفت. باید کاری میکرد، باید خودش را تکثیر میکرد. به لبنان رفت، لبنانی که بعد از کشتار سپتامبر سیاه در اردن تنها پناهگاه و پایگاه مبارزان فلسطینی شده بود. در آنجا منظور و مقصودش را یافت، امام صدر را که یگان ملجا و پناهگاه شیعیان لبنان شده بود. اوضاع لبنان با امام کاری کرده بود که راهی جز تشکیل یک میلیشیای شیعه نمی دید. در لبنان هر گروهی برای خودش تشکیلاتی داشت که مزدور جایی بود. چپ ها و کمونیست ها با همه شاخه های گوناگونشان جیرخار روسیه بودند و فالانج ها و دیگر احزاب دست راستی لبنان مزدور آمریکا و فرانسه و حتی اسرائیل. اما فقط رهبران این تشکل ها کمونیست یا چپ یا مسیحی و راست بودند. اعضا همه شیعه بودند. شیعیان محرومی که قوانین طایفی لبنان راهی جز مزدوری و نقش گوشت جلوی گلوله را ایفا کردن برایشان نمی شناخت. چمران 7 سال تمام در لبنان ماند. 7 سالی که به همراه امام صدر و زیر نظر ایشان شیعه در لبنان زنده شد. از بین حرکت المحرومین جوانان و مردان و کسانی که میتونستن توی جنگ برن و شرکت کنند و انتخاب کرد و حرکت عمل یا سازمان نظامی عمل رو، عمل با الف و میم و لام به معنی افواج المقاومت لبنانیه، البته عمل خودش معنی آرزو هم هست، این افواج مقاومت لبنانی رو درست کرد و مدت‌ها هم پنهانی بود، می‌خواست قدرت که گرفتند بعد آشکار بشه، که البته یک روزی در بلبک داشتن آموزش می‌دیدن، یک نارنجکی منفجر شد و متأسفانه حدود 25 نفر از جوانانی که اونجا بودن به شهادت رسیدن و خب این صداش در اومد و همه متوجه شدن که اینا کی بودن، کجا بودن، کجا آموزش می‌دیدن و بالاخره دیگه اعلام کردن که بله ما حرکت عمل رو شکل دادیم، سازمان دادیم، رئیسش امام موسی صدر و مسئول تنظیمات و مسئول نظامی و همه این چیزاش دکتر چمران بود که بحث حرکت عمل رو جلو می برد. لبنان تقریبا به صورت مثلثی قرار گرفته که رأس آن در جنوب است، که در جنوب اسرائیل آن را احاطه کرده است. در طرف دست چپ دریای مدیترانه که از زیباترین دریاهای عالم است و ساحل سوریه و لبنان و اسرائیل را از زیباترین مناطق دنیا قرار داده است. شهرهای بزرگ ترابلس، بیروت، سیدا و سور را که از نظر تاریخی شهرت دارد می‌بینید. در قسمت شمال منطقه‌ای است به نام بعلبک که از نظر تاریخی بسیار مشهور است و در جنوب مناطق شیعه نشین دیگری قرار دارد که از منطقه معروف نباتیه شروع می شود که اسرائیل همه شب این منطقه را به زیر آتش می گیرد و شیعیان این منطقه را نابود می کند. امام موسی صدر با بروز جنگ های داخلی لبنان احساس کرد که یک حرکت سیاسی کافی نیست، باید جوانان محروم مسلح شوند و تعلیمات نظامی ببینند تا بتوانند در مقابل قدرت‌های موجود در لبنان مسلحانه از خود دفاع کنند. و بدین ترتیب سازمان عمل، جناح نظامی حرکت محرومین، در سال 1975 تأسیس پیدا کرد و در اردوگاهی در بعلبک جوانان محروم و شیعه تعلیمات نظامی می‌دیدند. تا پیش از آن نام شیعه را در لبنان مترادف جاسوس و خائن و مزدور می‌خواستند و امام صدر آن را مترادف عزتمندی و غیرت و حمیت و شجاعت در سنگر مبارزه با اشغالگران صهیونیست کرد. این شد که خورشید